السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران گرامی سرتون یک دو دقیقه روشن کنین با صحبت دوام بتین مادرم از تو جدایی خوش نمی آید مرا آن نگاهی چشم چارت خوش نمی آید مرا حسرت در دل تو داری این جگربندت غریب اشک چشمانت بریزد خوش نمی آید مرا تا به دیروز قتل عام مرد تاجیک کردند گردهان بندم نشینم خوش نمی آید مرا شیر مردان در غم این ملت و آزادی اند دور از آزادی خواهان خوش نمی آید مرا در ایام ناامیدی با امید باید بود زندگی با ظلم پیشوا خوش نمی آید مرا دست ناپاکش به ستر و دین آیین من است با چنین بدین زیستن خوش نمی آید مرا در زمانش بودند مفتی و خادمان دین مفتی و خادم دربار خوش نمی آید مرا مردم تاجیک به قتل آرند در غربت مدام مهر در لبهای پیشوا خوش نمی آید مرا طفلکان در انتظارند کی می آید پدر زندگی به طفلکانم خوش نمی آید مرا هر کجا تاجیک تو باشی ننگ خود بیدار کن کن به یغما رفتن ملک خوش نمی آید مرا ای تو عادل این زمان آواز بلند کن بر سما خلق من در زیر ظلم است خوش نمی آید مرا نه برادر من قد شدمش قد شد شعرم تمام شد بعد قد شد نگاه کردم موزی ضبط نگاه کردم پروستا نگاه که سودم که بچه برادر رو برومده سودم به همین خاطر رو پکه گرمین صحبت کنین برادر جانای من اکه های جان من اکه های شیرین من فرزندای پدر فرزندای مادری من همه شما را از برای الله دوست می دارم برای رضای الله سخن حرف می زنیم از برای خدا بیای یک جایه بخیزیم بیای یک جایه بخیزیم شکست بتیم از برای رضای الله کار را از برای رضای الله انجام بدیم که فردا روز قیامت روی های ما سیاه نباشد ما از جمله ریاکاران و از جمله ظلمکاران نباشیم به خدا قسم ای وطن برباد می رود لیکن ما اگر بیننگی و بینموسی را و ما اگر خود پرستی را پیش بگیریم اگر به خدا برادرای جان دادرکای جانم خواهرها و مادرای جان به خدای سرزمین خاکش به غلبال می بزنین و او وعده کسیفانه که دادن که به خون گرفتیم و باز به خون میتیم برادر ننگ بیا وطن دوستی را و ننگ برادر دوستی را بیدار کنیم از برای رضای الله از درد و داغ وطن منالم از درد و داغ وطن از کلفت هایی که امروز بالای وطن و بالای این خلق عزیز ما اومده است هر یک مرد تاجیک هر یک انسانی که خودش جوان مرد می شمارد
درون باید که بگرید و بنالد و دفاع کند از این سرزمین. ای وطن جانم فدایت، بس که یادت میکنم، از علم های جوان چند شکایت میکنم. قامتم بیشکس غریبی، لیک ندارم چاره، با تمام تار و پودم من سراغت میکنم. از ازل دارد فغان این دل در آرزوی تو، با صداقت مهر تو در قلب جاید میکنم، با صداقت مهر تو در قلب جاید میکنم. از سر تقدیر گویم شکرانه و حمد خدا، با صدا هر جا که باشم من شعارت میکنم. دشت و کوه و دامنت را با خیالات شیرین، کوچه های بچگی را با علم یاد میکنم. از خیابانت امید دارم گذر افتد مرا، بوی خوش زندگی را من تمنا میکنم. گویم افسوس خاک تو ناپاک سازد دشمنت، بهر تو ای سرزمین جان را هلاکت میکنم. گشتم مجنون وار با یاد تو باشم مدام، همچو لیل رو متاب التجایت میکنم. ای وطن پزمان آب و نان تو، ای وطن جان گشتم پزمان آب و نان تو، در بدر آواره و هر جا سراغت میکنم. یاد کردم روی نورانی تو مادر وطن، با امید روز دیدارت دعایت میکنم. ای وطن وصف تو را کردن خوش آید مرا، با صدای جانسوز هر جا کلامت میکنم. ای وطن از سوز دل آهنگ عشق آمد بیاد، در بدن صد جان که باشد من فدایت میکنم. سرمه چشمان سازم چنگ خاکت را وطن، دیده ها را صدقه باد و هوایت میکنم. از تو نور الله پسند آید سخن بر اهل فهم، از تو نور الله پسند آید سخن بر اهل فهم. از دل پرغصه ام یاد وصالت میکنم، یاد وصالت میکنم. ای مسلمانان، ای مسلمانان، ندانم این چه دوران آمده است، این چه بیعدلی و بدبختی به خلقان آمده است،
این چه به عدلی و بدبختی در عالم حکمران بر سر این خلق مظلوم جبر و عصیان آمده است. عورتان بی شرم گشته، کودکان بس بی ادب، لاف و کذب و بی حیایی کار آنان آمده است. علم را قدر نمانده، عالمان را حرمت وقت تنبور و رباب و نای و انباب آمده است. عالمی از در درآید با هزاران علم و فضل، طعنه آرایند که مفلیس از پی نان آمده است. ظالمی از در درآید با هزاران جبر و ظلم، خانه آرایند که او از نزد سلطان آمده است. در زمانش نعمت و مرغ کباب آرند به پیش که فلان ابن فلان امروز مهمان آمده است. عالمان را خوار دارند، ظالمان را بس عزیز، لاجرم بر خلق محنت همچو باران آمده است. تو سنایی را بیامرز ای کریم از فضل خیش، زان که این دنیا برو والله زندان آمده است. برای همه ما و شما امروز حیاتی که ای ظالمو به سر ما ورد از زندان بتر است. وای بر حال آنانی که امروز در زندان ها قرار دارند، احوال اونها چگونه باشد. امروز ما و شما در بالای یک کرپچه نرم و ملایم قرار داریم، اما درک نداریم که برادر ما مقصود ابراهیم در چه حالت است، برادر ما زید سعید در چه حالت است، برادر ما شهرت دولت در چه حالت است، برادر ما سید روزی اسکندرف در چه حالت است، برادر ما بزرگ مهر یارف در چه حالت است. ما برادران باید که ننگ و ناموسی فرزند سلمان فارس بودن امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودن، بنده الله بودن، هم در قلب و هم در زبان و هم در عقل و هم در عمل باید که نشان بدهیم. ما باید که این سرزمین خاکش از نو با آب آزادی پاک کنیم. ما باید این سرزمین از نو با گفتن کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله از مجوسی ها و از زردشتی ها و از آتش پرستان و از بازار صابریان و از امام علی رحمانوفیان و از عبیدلافیان و از آنان که امروز از دین مقدس اسلام پشتبانی نکردند، از پشت یک زردشتی خانه سوخته که اصل و نسل فارسا رو نمیشناخت پشتبانی کردند، الله مهربان انشاءالله اونها را نیست نابود کند و فتح و ظفر را به ما نصیب کند که این سرزمین با گفته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله پاک بگردانیم انشاءالله. خاک وطن با گفتن کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله در بحر غفران، در بحر مغفرت الله طلب کنیم که خداوند بشویه و پا گردانه، گناه های ما را عفو گردانه. برادران این سرزمین از اجداد اولاد رحمان و عبیدالله و یتیم و رحیم نیست. این سرزمین سرزمینی وطن همه تاجیکستانیان است.
کدام قوم و ملت نباشد، این سرزمین وطنی همه ما و شما است انشاءالله. عزیزان من، برادران عزیز و گرام قدر، فرزندان پدر، از برای رضای الله بیایید، بیایید این وطن غمشا بخریم، این ملت غمشا بخریم، که بغیر از ما و شما دیگر یگان انسانی دیگر از ملت ها، چه اروپا باشد و چه دولت های عرب باشد و چه دولت های فارس باشد و چه در دولت های روس باشد، غمی این سرزمین بجز من و شما، بجز شهروند این سرزمین، هیچ کس دیگر آباد کرده نمیتواند و آزاد کرده هم نمیتواند. از برای رضای الله، اگر به مقدار یک ارزن اگر ایمان در وجودت باشد، این سخنان من اگر همچون برادرانه قبول کنی و همچون پدرانه قبول کنی و همچون خواهرانه و پدر مادرانه قبول کنی و همچون دوست عزیز و گرامی قبول کنی، همچون پیرو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبول کنی، همچون بنده الله اگر بپذیری، الله مهربان همه عمل های تو و عبادت های تو و همه اون کارهایی که بخیر انجام میدی، الله قبول درگاهش میکند و اجر او را در روز قیامت نصیب و روزید میگرداند. و ایلا دانسته باشیم برادرها که کسی که بی‌طرفی میکند و کسی که میگد که خودم تنج باشم و همسایم پروای همسایه نمیکنم یا ندارم، من هر کس جان خودش و مال خودش گوید، اگر به خدا قسم اون درد و اندوهی که بالای سر همسایت آمد، ای رحمانوف بالای سر ترم میارد. این در این گپ و در این کار شبهه نیست، زیرا که شما از تاریخ یمین زید سیدوف عبرت بگیره، انسانی که این ولید است، یک انسانی که کارار خیلی خیر را از برای ملت میخواست انجام بدید، به خاطر که تاجیکستان نو یک پرت یک شد، برای همین خاطر که برای من کنکورنت و اپننت نشود گفته، زیرا که مردم تاجیک بسیارش اخلاصمند بودن در کارها و دستگیری های زید سیدوف، به همین خاطر این اول نیست کرد، مفتی اولینگیه نیست کرد، مفتی اولا قاری عمون از زهر داد، چندین شهرهای اروپا رفت، اما امروز بدبختانه که فرزندان اونها نمیدونن که پدر اونها را از زهر قاتل امام علی رحمانوف مرد رفت. سید عبدالله نوری عالم شناخته ما، برای استاد ما، برادر اویم در زهر امام علی رحمانوف از دنیا گذشت. برادر کودکی که در بطن مادر بود، فرزند شهید حاج عمر علی، او را ببین که رحم به همون کودکی که در بطن مادر بود رحم نکرد، مادر او را زهر داد، پدر او را زهر داد، دادرکان و خواهرکان او را زهر داد، آنها ببین که به او رحم نکرد، مگر به تو رحم کند؟ من باور دارم در زندانی مقصود ابراهیموف، من باور دارم در زندان زید سعیدوف، من باور دارم در زندان غفار صدای، من باور دارم در زندان یعقوب سلیم، من باور دارم در زندان بزرگ مهر یاروف، من باور دارم شهرت دولتوف و محکموف و دادا جانو و زرفا و برادر سید عمر، اینا همه اینها را در طعام های اینها زهر قاتل خوش میکنند، تا اینکه اینها آهسته 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 آن همون مرگ که سید عبدالله نوری و قاری امان همینا دیدن از دست این کثیف، همینا هم همین گونه چی شوند؟ از دنیا بگذرند. یعنی که رحمانوف پیشیره فرزند شد تازه کرده ایستاده است. اگر که ما و شما هم ببرای میخواد که تازه کند، اگر که ما و شما برادرانه ایرا از سر جمع نشویم و سر جمع نشویم، از یک گریبان سر بلند نکنیم، از یک سری گریبان سر نبرارم، با خدا باور کنید که ما و شما را روز و ساعتش نزدیک است که این کثیف چیکار کند؟ نابود کند با بیرحمه خودش. باور کنید این ملت می فروشد، با خدا قسم ملت به تمام آدم ها، یا در خطای یا در یکان شعه ها و یا در یکان دولتی تا
ترک زبان اینا با خدا قسم اینا میخیل قاچمگن نامرد گفته خودش میگرزد میرود برای که میلیاردری روی دنیا شده گیای دیگر پروای منو تو میکند نظر کنی همین و یا یک حیات بکیف کرمانبک بکیف و یک نظر کنی یکور کور کرده تو نیستن شا در خودی بیلاروسیا چی میگن یک دزده دولت بیلاروسیا چی داد جایی پناهگاه داد بچهش چندین میلیارد دلار های قرغیزستان رو دزدیده بود در خود انگلیه گشته شده است اینا را تروریست و اینا را دزد نمیگن اما ما بندگان الله را بنده هایی که نه تیر داریم و نه توپ داریم نه تانک داریم فقط زبان داریم به زبانمون اعتراض از نفس و از مال و از دین و از ایمان خودمون میکنیم ما را تروریست و قور و گور و بلا میگن اینا به همین لازم اکنون نظر کنه که 10,000 مردم تاجیک برادران ما و شما از زنها و از مردها در داخل ان همین تاجیکستان در ترمه های تاجیکستان در زیر لت و کوب و عذاب و مشقت قرار دارن تو ای بنده مسلمان چیگونه خواب رفته میتونی یکان ذره فکری همون محبوس ها را میکنی مگر همین 10,000 محبوس تروریست بودن مگر همین 10,000 محبوس همینا یکان زیانه طالب علمه که در پاکستان خوند در دولت های عرب خوند به دعوت خودش که هر کس که بیاید ما او را هیچ زندانی نمیکنم هیچ عذاب نمیتیم گفته بود وعده داد به همون وعدش استاد نه برادرها برادرای اسفره برادرای اوراتپه را 75 کس در یک شب برده محبس کرده گیان برادرای شهر اوراتپه استرفشان برادرایش مسچای کهنه برادرای اش اسفره برادرها شما کو برادرای بننگه برادرای مچای کهنه برادرای ما اسفره برادرای اوراتپا با خدا شما برادرانی بننگ آره ما از کن از برادرای ونج و از غلام و از برادرانی کلاب و از برادران قرغن من حال حرف نمیزنم جسوری و جوانمردی اونها رو اگر گپ زنیم لیکن امروز همه ما و شما از زهر ظلم ظالم همه من چشیدیم امروز اگر همین دیده ها را و همین گفته ها را شما همین شنیدگی ها را در عمل نبیارین به خدا قسم ظلم بر جان ختان کرده بر جان زن و فرزندتان کرده بر جان 8 میلیون مؤمن مسلمان تاجیکستان کرده انشاءالله امید دارم که شما مردم بلنگ آرین بیاید ای وطن هم گس هاش آباد کنیم هم روشنی را به مردم تأمین کنیم ای را ما و شما کرده میتونیم برادرو به خدا قسم میتونیم کرده وقتی که اجازه در دست ما و شما است ما گیس هم انشاءالله میسوزیم ما در برق دیگر دولتش در کار نیست انشاءالله به دست خمون ای تاجیکستان ای قرض هم بیرون میکنیم ای تاجیکستانی هم بیرون میکنیم انشاءالله گز و نفت هم داره ای تاجیکستان تیلا و تنگه محشر دارد ای تاجیکستان سنگ های قیمت به های دارد که در روی دنیا را میلیارد میلیارد دلار رو میگیرد یکی ای دوستان استفاده برده اما ما و شما نمیدانیم تیخریا روستان سکریدنا خفیه اینا چیکار کرده شدن به جای به خودشان درآورده شدن به خدا دارد تاجیکستان جای ها و سنگ های قیمت به هایی که در تمام دنیا او خیلی سنگ قیمت به ها نیست شما شوخی نفهمید سخن را الله جزای خیرتون بیتید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.